بر شما چلچراغی های نازنین سلام. شما عزیزانی که همیشه برای نور و روشنی آغوشی گشاده دارید و شمایی که به تغییر باور دارین، امیدواریم که سفره دلتون پر از عطر و بوی معرفت باشه و همیشه خونتون پر نور. شمایی که با روشنی خرد و دانش به جنگ سیاهی های روزگار میرین، امیدواریم که همیشه تن و جونتون سالم باشه و از بیماری ها دور. میگن چند تا چیز هست که تا از دست ندیشون قدرشون رو نمیدونی. یکی جوونیه که تا پیر نشی قدرش رو نمیفهمی، یکی امنیته که بعد از ناامنی و جنگ میفهمی چقدر میارزه، و دیگری سلامتیه. باید قدر سلامتی رو دونست و مراقب بود. این روزها حرف از هزینه های بالای درمونه، داروی گرون و تأمین سخت بیمه ها هم که بود و نبودشون هم فرقی نداره. تازه خیلی از دردها رو هم که پوشش نمیدن، در واقع میگردن و بیماری هایی رو پوشش میدن که شاید کمترین ابتلا رو در بر بگیره. شک داری؟ برو سراغ پوششی که بیمه های تکمیلی دارن. ببین اگه خدایی نکرده بیمارشی چقدر و چی در اختیارت میذارن. مثلا هزینه های درمان بعضی از سرطان ها رو تحت پوشش دارن، ولی بعضی ها رو ندارن، یا بیماری های کلیوی که تعداد بیشتری بیمار رو در بر میگیره رو ندارن. در واقع یه دکان دستگاهی را انداختن که اون سرش ناپیدا. درکم نمی کنن که یه بیمار کلیوی که داره دیالیز میشه چه سختی هایی رو باید متحمل بشه. برای بعضی ها کار به قدری بالا میگیره که حاضرن برن و کلیه بخرن. توی جهان بیشتر از 500 میلیون بیمار کلیوی وجود داره و با اینکه آمار دقیقی از بیماران کلیوی در ایران در دسترس نیست، ولی اونطوری که از شواهد برمیاد بیش از 35,000 بیمار دیالیزی و یا پیوندی در کشور وجود داره که آمار زیادیه. سوای بحث ژنتیک، پرفشاری خون جدی‌ترین دلیل بیماری‌های کلیویه. افراد چاق و سیگاری و افراد بالای 50 سال هم بهتره که مراقب کلیه‌هاشون باشن. موضوعی که میخوایم براش چراغ روشن کنیم اما بحث فروش کلیه است. اینکه یک نفر به هر دلیلی میره و خودشو زخمی میکنه و عضوی از بدنشو مثل یک کالا به معرض فروش میذاره. سوای کلیه بخشای دیگه بدن هم فروخته میشه. حالا چند تا معامله جوش خورده خدا میدونه، ولی توی کشور ما فقط 2000 نفر نیازمند پیوند کبد در صف انتظار رسیدن کبد پیوندی هستن. خیلی هاشون قبل از رسیدن نوبت با زندگی خداحافظی میکنن. سلامت شیرین و دوست داشتنیه و این رو میتونی از کسی که بیمار شده بری بپرسی، کسی که سلامتیشو از دست داده. ما برای رهایی تمامی بیماران کبدی و کلیوی دعا میکنیم، اما به 35,000 پیوند کلیه و 1,000 اهدایگر مرگ مغزی کبد نیازمندیم. با توجه به نکات علمی بحث پیوند کبد که در واقع میزان نیازمندی گیرنده یک کبده، به ازای هر 1 کیلو وزن 10 گرم کبد نیازه و کسی که 80 کیلو باشه به 800 گرم کبد نیاز داره تا بتونه زنده بمونه. و کبد چون بعد از پیوند دوباره خودش رو میسازه میتونه بزرگ بشه و جای قالبی خودش رو پر کنه. با توجه به اینکه بزرگسالان امکان ادامه حیات با اهدا یا فروش کبد رو به ازای اون نسبت وزنی ندارن، پیوند کبد از انسان زنده فقط از بزرگسال به خردسال ممکنه و حداقل به گفته تنها مرکز پیوند کبد از انسان زنده که در شیرازه، یعنی بیمارستان نیازی، فقط از والدین این فرزند اهدای کبد قبول میکنه و از هیچ شخص دیگه اهدای کبد رو قبول نمیکنن و پیوند نمیزنن. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه همین اول کاسبی اون عده از افرادی که اطلاعیه میزنن که 1/3 کبد هم میفروشم زیر قیمت بازار کساده. که دلت رو به همچین پولایی خوش نکن عزیز من. اولا که 100 میلیون به بالایی که تو درخواست میکنی، حتی اگه کسی داشته باشه نمیتونه از تو بخره، چون دکتری حاضر نمیشه که پیوندش بزنه. امکان پیوند در جاهای دیگه هم نیست. پس کلا کرکره فروش این بخش از اندامتو بکش پایین. با ما باشین، زود برمیگردم. آقا جالب بدونی که تا 400 میلیون تومان هم نرخ دادن. بگم این واسطه های وسط چی نشن که دست از سر ملت بر نمیدارن. اما فروش کلیه که بسته به گروه خونی قیمت متنوعی داره و از اونجا که دکتران جراحی کلیه جز بدبخت بیچاره های صنف طبابت محسوب میشن، چون که پیوند کم و اینا تعداد عملی که انجام میدن پایینه، باز امکانی که بشه بعضی جاها رو دور زد و خلاصه کلیه به ملت غالب کرد هست.
اما قیمت کلیه از 12 میلیون شروع میشه تا 300 میلیون هم بعضی قیمت دادن، اما کو خریدار؟ هر چقدر که یه گروه خونی فراگیرتر باشه، کلیه اون گروه خونی به خاطر رقابت ارزون‌تره. جالب بدونی که توی بعضی از شهرها کلیه از متوسط ایران که حدود 20 میلیون تومان هم پایین‌تره. اما چی باعث میشه که یکی حاضر بشه کلیهشو بفروشه؟ درسته که آدم با یه کلیه هم میتونه به زندگی ادامه بده، ولی راستش با توجه به عملی که انجام میشه و عمق جراحتی که برای اهدا کننده وجود داره، اصلا آیا میارزه؟ جالب اینجاست که در ایران فروشنده کلیه چک و چونه ها رو با خریدار میزنه. عرف اینه که کلیه هزینه های پیوند با خریدار باشه. یه مرکز هم هست که مثلا روی پیوند کلیه در قالب اهدا نظارت داره. بنیاد بیماری های خاص به هر اهدا کننده کلیه مبلغ 1 میلیون تومان به عنوان هدیه میپردازه. جالبتر این که وزارت بهداشت اول گفته بود که هر کسی که کلیهش رو اهدا کنه تا 10 سال تحت حمایت‌های درمانی رایگان خواهد بود. اما می‌دونید همه این حرفا مال اخبار، واقعیت نیست. پیدا کنید پرتقال فروش را. هیچ آمار رسمی از میزان خرید و فروش کلیه توی کشور نیست و این یه مطلب دردناکیه. اما به گفته رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماریان کلیوی، به طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی که در انتظار پیوند کلیه است، صرف نظر از گروه خونی حداقل 4 تا متقاضی فروش وجود داره و این هم سبب شده بعضی از فروشنده ها در گروه های خونی کم طرفدار نظیر آیم مثبت حاضر به فروش کلیه خودشون با قیمتی حتی کمتر از قیمت مرسوم باشن. آقا دست زیاده، حتی برای درد کشیدن دست زیاده. یه زمانی فروش کلیه فقط توسط مردها انجام میشد، ولی الان زنها هم آگهی میدن و نکته تأسف برانگیز سن آگهی دهنده هاست. 85% فروشندگان کلیه افراد زیر 30 سال هستند و 15% بین 30 تا 45 سال. حالا بعداً در این باره بیشتر حرف میزنیم اگه فرصت بود. باید بگم که هر کی پهلوی شکافته داره فروشنده کلیه نبوده. اون قدیما یکی از بستگان باید مردونگی میکرد و انسانیت به خرج میداد و یک کلیه تقدیم فامیل مبتلا به بیمارش میکرد. بعدها بعضیا که وضع مالی بهتری داشتن به این فکر افتادن که خب چرا کلیه رو از یک گرفتاری نخریم که خودمونم زخمی نشیم و پهلومون وقتی میریم استخر دل مردم رو ریش نکنه. اینطوری شد که اولین خرید و فروش های کلیه توی کشور باب شد. اما یه دم واقعاً به خاطر انسانیت و نودوستی وقتی درد و رنج بیماران دیالیزی رو بر حسب تصادف یا اطلاع میبینن، تصمیم به ایثارگری میکنن. حاضر میشن که زیر تیغ عمل بخوابن و به چه عریضی و طویلی پهلوشون شکافته بشه تا زندگی یه انسان رو از رنج و سختی نجات بدن. اینها همون اهداگران واقعی کلیه هستن، مثل اهداگران خون. خیلی جاها توی دنیا خون رو میفروشن. حتی توی ایران خودمون هم قبل از سال 1357 خون خرید و فروش میشد. به هر حال بین فروشنده و هدیه کننده فرقه. یه بنیادی هست به نام بنیاد علوم رفتاری، یه تحقیق انجام داده، یه آمار در اومده به چه جالبی. رئیس این مرکز پژوهشی میگه که هدیه کردن خون یا کلیه در زمان زندگی افراد و سایر اعضای بدن در زمان مرگ مغزی کار خوبیه و میگه که بعضیا به خاطر مشکلات مالی مجبور میشن که کلیهشون رو بفروشن. بر همین اساس عرضه کننده های کلیه 2 دسته میشن. دسته اول اهدا کنندگان که از طریق مراکز رسمی و قانونی برای اهدا کردن کلیهشون استفاده میکنن، یعنی میرن و ابراز تمایل برای اهدای کلیه میکنن، نه اینکه با یکی از بستگان گیرنده بیارن که آقا من میخوام به مادر این خانم یا برادر اون آقا کلیه بدم. خب نما شدیم اگه. به هر حال اینا میرن اون مراکز و بر حسب اولویت بندی و نوبتی که نیازمندان دریافت کلیه دارن، کلیه اهدایی رو دریافت میکنن. پیش از این هزینه های آزمایشات مربوط به اهدای کلیه که بیش از 1 میلیون تومانه باید توسط فرد دهنده عضو تأمین می شد، ولی ظاهراً وقتی بحث اهدا در میون باشه این هزینه ها رو انجمن حمایت از بیماران کلیوی پرداخت می کنه. در مقابل فروشنده ها هستن که در دسته دوم قرار دارن و دکه های سیارشون رو به در و دیوار خیابون ها چسبوندن. سن، گروه خونی، شماره تلفن و بعضن مبلغ و بعضی دیگه به بالاترین قیمت. انگار مزایده است و یا توافقی. بعضی هم به خاطر اینکه پول لازمن دست به دامن واسطه ها میشن. بنگاه های سیاری که توش اعضای بدن خرید و فروش میشه. تا حالا هم 1000 تا کلیه فروختن هر کدومشون به بالاترین قیمت.
از اصل ماجرا دور نشیم. بنیاد علوم رفتاری یه پژوهش انجام میده روی 324 نفر از افرادی که کلیهشون رو فروختن. مشخص شده که 87% این فروشندگان عزیز بعد از حداقل یک سال دچار افسردگی ناشی از پشیمونی شدن و دچار نوعی وسواس در تغذیه و مراقبت از سلامتیشون شدن و از اضطراب از کار افتادن کلیه مونده خودشون رنج میبرن. آمار نقطه مقابل یعنی دسته اولیا جالب تره. 97% اهدا کنندگان از کاری که کردن رضایت کامل دارن و نوعی از شادمانی و غرور رو در خودشون احساس میکنن، چرا که باعث شدن زندگی یک فرد رو بهش برگردونن. خب طبیعی هم هست وقتی متوجه میشی که به زندگی یک مادر و یا یک پدر یا یک انسان معنی دادی، باید هم از خودت راضی باشی. شجاعت از این بیشتر؟ چون واقعا این عمل پیوند کلیه برای دهنده بیشتر دردسر داره. متاسفانه درد بعد از عمل خیلی زیاده و کسانی که تجربه این کارو داشتن میگن که درد حتی با مورفین هم خوب نمیشه و پرستارها درباره اینکه شما درد میکشی نگرانی خاصی هم ندارن. تازه یعنی اگه تو پشت این برداشت عضو از بدنت یک تصمیم شجاعانه نباشه که متکی به انسانیت بالا و روحیه نودوستی شما نباشه، توی قانع کردن خودت خیلی با مشکلات بیشتری مواجهی، چون پول گرفتی کلیه دادی. به همین دلیل هم دچار افسردگی میشی، هم درد بیشتری برات داره، همین که جای زخم. بیاییم ببینیم واقعا چه چیزی باعث میشه که بعضیا دست به فروش عضو بزنن با این همه مشقات و درد و رنج. آیا ارزشش رو داره؟ اگه اونایی که قصه ایثار دارن رو کنار بذاریم، تنها دلیلی که برای بقیه دهنده‌های کلیه میمونه نیاز مالیه، چون اگه همچین چیزی نباشه که طرف برای چی باید خودشو درگیر کنه؟ یعنی این موضوع تنها دو تا وجه داره، مثل سکه، یک ایثار، دو نیاز مالی. وقتی تأمین هزینه های زندگی و مشکلات مالی یقه آدمو میگیره، شب و روز رو یکی میکنه، طرف این در اون در میزنه، کاری پیدا نمیکنه، فقط تا مرز ذلت خلش داده، هر طور که فکر میکنه میبینه واقعا راه دیگه ای نیست که بتونه یه همچین رقمی پول به دست بیاره تا باهاش یا مشکلات مالیشو حل کنه یا شر طلبکارو از سر خودش واکنه و یا اینکه اون پول رو سرمایه گذاری کنه و یه کاری برای خودش راه اندازی بکنه، دیگه چی براش، چه امکانی میمونه؟ البته با توجه به اینکه بیشتر جمعیت فروشنده ها در سنین پایین تر از 30 سال بودن، شاید موردهای سرکاری و بچه بازی که عشق خرید ماشین دارن و میخوان هزینه های دیگر هم تأمین کنن هم بشه پیدا کرد. ممکنه بعضی از این اطلاعی ها ابزاری برای برقراری رابطه با گیرنده های کلیه باشه و در فرصت مناسب دزدی کردن ازشون. ببین کار تا کجا پیش رفته؟ بحثی که شاید کمتر بهش توجه بشه اینه که فروش کلیه مگه حریف چند ماه هزینه های فروشنده میشه؟ به خصوص که بعضی از فروشنده هایی که گروه های خونی فراوان در گروه های خونی فراوانی هستن، حتی به قیمت های خیلی پایین هم حاضرن که یه بخشی از بدنشون کلیه رو بفروشن. البته شهرستانی ها برای فروش کلیه رغبت بیشتری دارن، چون شاید با اون مبلغا میتونن توی شهرستان، تو همون شهری که هستن، کار و کاسبی بهتری را بندازن. به هر حال آدم نمیدونه چه برخوردی با موضوع کنه. از یه طرف درد و رنج گیرنده است، از یه طرف درد و رنج دهنده کلیه. بزنم با اشعارم، نمیگم داستان و آهسته، نم نم تو همسو بشی تو با حس قلبم، بگم از بچه ای که سرطانیه، من که تنم سالمه جلوم سرم پایینه، بس که تو زندگی ناشکری کردم و خوب بازی نکردم با جفت شیشم، من اون بچه که امیدش به قرصاشه و آرزوش اینه که سرطانش خونساشه، دیگه توی سرش نمونده فکرای خوب، چون که روی سرش نمونده یک تار مو حتی، اما اون ایستاده، این اصلا ایستاده، این که میدونه اینجا شاید آخرین ایستگاهه، باید قطع بشه پای چپش، وگرنه سرطان رشد میکنه با یه جهش، نگو انگار که سر بهش قهر باهاش، اون دنیا همیشه تو سختی ساخته قهرماناش، اون با ایستادگی به درد غلبه کرده، با پای مصنوعیش تو فکر قدم بعد آن، دیگه عوض شدن کل باوراش، زانو زدن تموم قلبه ها براش، کی فکرشو میکرد اون بلند میشه کم کم و بشه قهرمان
گذشتگهی دیرنده پا برجاست، گردی افروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، برنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. حس می کردم باید بلند بشه یه نفر و داد بزنه تا به تو هم برسه خبر که یه عده داوطلب آدم های راه بلد جمع شدن توی مؤسسه محک. فکر نکن که درمان یه مسیر همواره، آخه سرطان غیر درد هزینه هم داره، اگه مونده هنوز سوده بمون تره ای مرام، ما مسئولیم در قبال درد دیگران، پس خودتو جای اون بذار تو هم، وقتی میشه که فقط با ماهی 1000 تومن، اگه با هم باشی میشه معجزه کنیم و تو دل شب بشیم یه نقطه امید، وقت میبینی در زمین ناخداگاهت که کم میشه از زمین تا خدا راهه که میتونه پشتیبان اون بچه باشه، به خدا میشه باشه مثل حق فاجب قرار. رفیق بیا تو هم همصدای من باش که بیمار امروز قهرمان فرداست، میدونم قهرمان شدن به این سادگی نیست، بدون که سرطان پایان زندگی نیست. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیه گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، دیگر عضوها را نماند قرار. وقتی به آمار نگاه میکنیم و میبینیم که 17 سال توی اروپا باید منتظر باشی تا کلیه دریافت کنی، وقتی راجع به 17 سال دیالیز حرف میزنیم یعنی حداقل 2-3 دوره افسردگی طی این مدت سراغت میاد، دردناک واقعا. اما کلید حل این مسئله که کسی از قوم و خویش نمیخواد یا اگه میخواد شرایطش با پیوند کلیه جور نیست رو هندی ها حل کردن. همه میدونیم که هندوستان فاصله طبقاتی طبقاتی نیست، بلکه شبیه برجیه که فقط یه طبقه و یه همکف داره، یا اون بالا بالاهایی یا اون پایین ماینا، یا مهارجه یا کلفت مهارجه. از اون طرف یه عده فکر میکنن که حالا که بی پولن میتونن روی کلیهشون حساب کنن. چند تا نکته رو به عزیزانی که از سر نداری میخوان سراغ این کار برن باید حتما اینجا تذکر بدم. ببین، سوای اون درد و افسردگی که بعد از جداسازی کلیه داری، سوای این که باید مراقب باشی که کلیه پرکارت رو از دست ندی، یعنی ببینی چی پرکاره، کدومش پرکاره، کدومش کمکاره، سوای این که باید حواست به خیلی چیزا باشه که یکی مشکل نشه دوتا، به این نکته هم توجه کن. اگه کلیه فروشی داری، بدون که دهنده کلیه باید یه سری شرایط داشته باشه. اول از همه اینکه نباید توی فامیلش بیمار کلیوی داشته باشه، چون در این صورت اولویت با اون بیمار. دومی که رضایت از والدین و یا همسرم نیازه. اگه شک کنن که تعادل روحی نداری میفرستن پزشک قانونی که تایید صلاحیت روحی رو بگیری. اینطوری بگم که از هر 3 نفر که میرن برای کلیه دادن فقط 1 نفر شرایط لازم رو داره. از اون طرف این دهنده ها 4 برابر نیازمنده هستن، یعنی وقتی سالانه 2200 تا 3000 پیوند کلیه انجام میشه، بدون خیلی فروشنده بیشتر از چیزی که تو فکر میکنی وجود داره. اما اونایی که نیاز به کلیه دارن حواسشون باشه، بین اهدا کننده ها همه جور شخصیتی پیدا میشه، از نیازمند و گرفتار واقعی بگیر تا خلافکار حرفه‌ای و حتی آدمای ورشکسته. یه کارمند بانک اطلاعیه زده بود که 50 میلیون قرض الحسنه میگیره و توی 2 سال پس میده.
به هر حال ممکن افراد جایی ضرر کرده باشن و بخوان ضررهاشون یا هزینه هاشون رو از محل فروش کلیه تأمین کنن. پیش اومده طرف رفته مذاکره که کلیه بفروشه، خونه طرفو لخ کرده، همه چیزو برده، یا کلیه رو فروخته و پولش هم گرفته، باز هر از گاهی میره سراغ گیرنده و یه خودی نشون میده و هم بهش میگه که از کلیه‌ام راضی هستین؟ پس اگه میخوای از این مشکلات در امون باشی، با تموم ضعفی که مجاری قانونی داره از همونها استفاده کن. به هیچ وجه سراغ دلال‌های اعضای بدن نرو. این حرفا که میگن که مثلا من میتونم مشکلتو ارزونتر حل کنم و اینا همش کشکه، همش دروغه. کسی حاضر نیست از یه قیمت مشخصی که بی تردید نیازشه کمتر خودشو بیاد زخمی کنه. خیلی ها حرف از ایثار میزنن ولی تو باور نکن. برو یه سر بزن به خیابون فرهنگ حسینی تهران ببین اطلاعیه رو، یه چند تاشون رو بخون ببین چه خبره. سختته. من چند تا رو سری میخونم که خودش هم حرفای پشت پرده رو توی دل خودش داشته باشه، هم قیمت دستت بیاد، همین که دست اونایی که یه همچین مشکلی ندارن الان نشستن پای برنامه داره برنامه نگاه میکنن بفهمین واقعا ماجرا چه قراره. خب این حرفا رو میشه تو برنامه با موضوع فقر گفت، اما گوش بده، اینا دردهای جامعه هستن ناشی از بیکاری و بیپولی. وقتی دو برنامه رو برای بررسی کار و بیکاری اختصاص میدیم و هر جا که دستمون رسید گفتیم که کار ایجاد کنید، برای این میگیم که این صحنه ها رو کمتر ببینید. ما فرض رو بر راستگویی اطلاع دهنده ها میذاریم که داستان خودشون رو دارن تعریف میکنن. اگر جایی غیر منطقی هم بود خب میگیم حتما. نفر اول منیژه، 22 ساله، مجرد، ورزشکار، لیسانس روانشناسی از دانشگاه آزاد رودهن، گروه خونی آبه به خاطر نیاز مالی کلیهشو 44 میلیون قراره بفروشه. دیگه از یه روانشناس، نمیدونم به روانشناس چی میشه گفت. محمد مهدی 34 ساله، متأهل، گروه خونی او 75 میلیون هر جا هم که شد میره. مهران 20 ساله، او مثبت، توافقی، شماره تلفنش هم گذاشته. طرف گفته فوری فوری کلیه فروشی، آی منفی، کلیه آزمایشات هم انجام شده، سر قیمت هم با اتون را میام. 45 ساله، دارای لیسانس مدیریت بازرگانی، تسلط به کامپیوتر، اینترنت، زبان انگلیسی، کار در آژانس مشاوره املاک، تدریس خصوصی. به دلیل کوچ اجباری از تهران و نبود بازار کار برای تخصصهای من، برای اونم یه زن کاملا تنها دارم کلیه هم میفروشم. از 6 ماه قبل که مهاجرت کردم از پس اندازم خرج کردم ولی دیگه پولی ندارم و چشمم به یارانه های ماهیانه 45,000 تومانی خوشه که کجای زندگیمو میخواد بگیره. من حاضرم تکه ای از بدنمو بفروشم ولی شرافتمو سالم نگه دارم. من تمایل به فروش کلیه هم دارم. گروه خونی من آی مثبت می باشد. فوری و فوری، قیمت توافقی. دختری 22 ساله هستم. من نه ایشون. به خاطر هزینه دانشگاه مجبور به فروش کلیه هم هستم. ورزشکارم، کاملا سالم، اهل تبریز، میتونم هر جای ایران سفر کنم. پیام بدید هزینه های آزمایش پای خودتون. بعد طرف میگه سعید 27 ساله از زنجان، گروه خونی آی مثبت، قیمت 18 میلیون. واقعا نیاز به این پول دارم. کلیه مریم 25 ساله گروه خونی آی مثبت، سالم، تمام هزینه ها از اول تا انتهای اهدا به عهده خریدار در بیمارستان، ترجیحاً کرمانشاه عمل انجام بشه ولی اگه کل هزینه هاشو پرداخت میکنین مورد نداره، من هر جا بخواین سفر میکنم، فقط فوری. قیمت پیشنهادی 80 میلیون به علت بالا آوردن بدهی و قرض. مرد 30 ساله فروش کلیه او منفی، عجله دارم، خیلی ارزون حساب میکنم. به دلیل مشکلات شدید مالی و به خاطر عمل کردن پدرم کلیه خودم با گروه خونی آ مثبت میفروشم. هر جای دنیا باشه مشکل نیست. مرد 22 ساله یا 28 ساله ساکن خوزستان، ب مثبت، قیمت 40 میلیون، فروش به دلیل بدهی مالی. 22 سالمه، سالم، به دلیل مشکلات مالی 50 میلیون. خریدار واقعی باشید تخفیفم میدم، هر جای ایران باشه مشکلی نیست. میلاد 19 ساله از شیراز، اینقدر زندگی فشار رو سرم آورده که حاضر شدم توی این سن دست به همچین کاری بزنم، امیدوارم کسی تو موقعیت من نباشه. گروه خونیم او مثبت، بسیار سالمم، قیمت پیشنهادی 120 میلیون تومان.
31 ساله متأهل، گروه خونی او مثبت، کاملا سالم، قیمت 25 میلیون، فروش کلیه به دلیل ورشکستگی، سن 25 سال، فروش فوری، قیمت توافقی. محسن 24 ساله مجرد، ساکن شیراز، با گروه خونی آی مثبت مایل به فروش کلیه خود با قیمت توافقی هستم. هر جای ایران هم باشه مشکلی نداره. در ضمن پروندم در انجمن حمایت از بیماران کلیوی تکمیل شده، از نظر قانونی هم موردی نداره. هادی 26 ساله، آی مثبت، آمل 35 میلیون، خیلی تلگرافیه. آی مثبت قیمت 35 میلیون تومان. ب مثبت 32 ساله، به دلیل هزینه پزشکی همسرم حاضرم به تقدیم کلیه هم هستم، 30 میلیون تومان. اگه تماس بگیرید توافق میکنیم که مسئله بین دو طرف حل بشه انشالله. کلیه میفروشم زندون نرم، 32 ساله. سالم، ورزشکار، 40 میلیون تومان به علت مشکلات مالی. جالبه که این گروه خونیش هم مشخص نکرده، از بس که عجله داشته. 16 میلیون کلیه، 30 ساله، گروه خونی اوی مثبت، همه هزینه ها با خریدار. یه ورژن ترکیبی، کلیه فروشی، گروه خونی اوی مثبت، به دلیل بدهی فراوان مجبور به فروش هستم، فروش فوری. به دلیل مشکلات مالی به بهترین قیمت حاضرم کلیه‌ام را اهدا کنم. حالا نفهمیدیم اهدا شد یا فروشه. 27 ساله ورزشکار، آی مثبت، تهران، قیمت 40 میلیون تومان. بدون سابقه بیماری، قیمت با عرض شرمندگی 9 میلیون تومان. آی مثبت 31 ساله خانومی، قیمت رو گفته 25 میلیون، بعدش هم گفته با آرزوی شفای همه بیماران. آدم وقتی اینها رو که میشنوه، باور کنین که دل آدم ریش ریش میشه، ریشه آدم از خاک کنده میشه. توی بعضی از این اعلانات حتی نشونی از سر کار گذاشتن نیست، طرف به قدری عجله داره که مسائل اصلی رو از یاد میبره. دیگه خرد شما باشه و این دردنامه ها که در دیوار شهر رو حتی دنیای مجازی رو شاید بگم پر کرده. به امید روزی که کسی مثل گلادیاتورهای قدیمی برای مقداری پول مجبور نشه به میدونی قدم بذاره که میدونه ازش زخمی بیرون میاد. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. تا دیداری دوباره، امیدوارم هیچکی احتیاج به پیوند هیچ کدوم از اعضای بدنش نداشته باشه. همتون سلامت باشین، شبتون بخیر.